هنوز در میکنه ها باده به دستیم هنوز. گفتی که چه میکنی کجایی چه خبر، تنها خبر این است که هستیم هنوز. تو بکردنم تو به شکستن هست و بس. صحبت دل گوش کنم تو به فراموش کنم، پیاله نوش کنم نوش کنم نوش کنم، تازه کنم تو به سپاس. با مستیم هنوز در میکده ها باده به دستیم هنوز. گفتی که چه میکنی کجایی چه خبر، تنها خبر این است که هستیم هنوز. سلام بر بینندگان خوب تلویزیون عصر امروز، به خصوص برنامه سخنی با یک هنرمند در کنار یک عزیز هنرمند. یعنی واقعا من نمیدونم به چه شکل این هنرمند عزیز رو بخوام معرفیش کنم، در صورتی که تمام بینندگان عزیز ما این چهره زیبا رو میشناسن. هنر فوق‌العاده، صدایی بسیار رسا، بسیار قوی، بسیار یعنی دلنشین، و با آهنگ بسیار معروفشون ما هنوز هستیم آمدیم تو و میخوایم یه گفتشنودی با خانم دکتر فریما شهراز داشته باشیم. خوش آمدید. تشکر میکنم خانم هوشیار نژاد عزیزم، درود میفرستم بر شما و همه همکارانتون در تلویزیون عصر امروز و همچنین بینندگان این برنامه محبوب و پر بیننده. مرسی عزیز. تشکر میکنم از دعوتتون و همیشه منو شرمنده میکنید با این همه لطفی که
اصرار لطفی که نسبت به من دارید. خواهش میکنم. فریما جان، شما جزوه واقعا اینو بهتون میگم هنرمندانی هستین که از نظر قدرت صدا بی نهایت رسا هست. بی نهایت. من فریمای عزیزو چندین سال میشناسم، از نزدیک میشناسم و به کاراشون بسیار آشنایی دارم، به خصوص این چندین کنسرتی که در این سالهای اخیر گذاشتن. قدرت صداشونو به تمام بینندگان و به تمام افرادی که آمده بودن به کنسرت واقعا نشون دادید. لطف دارید خانم شبیجاد، خیلی ممنونم از محبت شما. به هر حال ما هم در گوشه‌ای که داریم کارمونو آروم آروم ادامه میدیم. فریما جان، شما با این آهنگی که آمدیم به استودیو و پخش شد، یک آهنگ بسیار زیبایی به نام ما هنوز هستیم، درسته؟ بله. این در کاست قبلی شما بوده، بله. درسته؟ ممکنه یک مقدار توضیح بدین در مورد این کار زیبایی که انجام دادین؟ بله. خواهش میکنم. همطور که بارها مورد لطف شما بودم و دعوت شدم در برنامه توضیح دادم، بازم خدمتون توضیح میدم. این کار مشترکی است با گروه مستان که دوستان جوان و هنرمند ما هستن در ایران انجام شده و یک آلبوم تهیه شد که 6 آهنگ در اون بله. آلبوم گذاشته شده و خوشبختانه خیلی مورد توجه هموطنان و دوستان عزیز من از جمله شما قرار گرفت. کار این آلبوم خصوصیت ویژه اون این هست که موسیقی سنتی هست ولی اون شور و حال جوانان ایران رو که موسیقی ما رو متحول کردند و روز مشخصه که خیلی ببخشی انرژی جوان پشتش هست، پشت کار، پشت آهنگ واقعا هستش. برای همینم اینقدر دلنشینه با مورد توجه قرار گرفته. بله. خب بسیار عالی. بپردازیم به بعد، چون ما من از فریمای عزیز خواهش کردم به مدت 3 هفته هر هفته، یعنی بینندگان عزیز مطمئنم با ما خواهند بود، چون خیلی به این تلویزیون از امروز واقعا در تمام دل خانواده ها جا گرفته و مورد استقبال خیلی از بینندگان عزیز قرار گرفته و به همین دلیل من 3 هفته متوالی پشت سرم دیگه از فریمای عزیز خواستم بیان اینجا. به این دلیل، دلیل اولش میتونه این باشه که ایشون یک تجربه و یک دانش و یک آگاهی بیش از حدی در ارتباط با زمینه موسیقی به خصوص موسیقی گلها دارن و الانم این یکی دو کنسرت اخیری که گذاشتن بیشتر کارهای آهنگهای گلها رو اجرا کردن با این صدای زیباشون. به همین دلیل میخوام از دانششون، نالجشون استفاده بکنیم و من میدونم بینندگان عزیزم خیلی علاقه مندن که بدونن و من به خصوص گوشم رو در اختیار ایشون میذارم و دیگه میکروفونم میسپارم دست ایشون که گفتگوی با بینندگان عزیز داشته باشین. حتما حتما، خیلی ممنونم. من واقعا نمیتونم به این نکات رو نگم و مستقیما برم سر سوال و به صدا برنامه. یک تشکر ویژه‌ای دارم از شما و همسر نازنین و ارجمندتون. طی روند این سالها من متوجه شدم که نه تنها به من بلکه به تمام کسانی که کارهای هنری رو عرضه می کنند، حالا به هر حال یا خودشون هنرمندن یا فقط عرضه‌گر اون کار هستند، لطف فوق‌العاده‌ای دارید. خیلی خیلی ممنونم از شما. من می دونم که هر رسانه‌ای بخشی از وظایفش حمایت و پشتیبانی از فرهنگ و ادب و هنر کشور خودش یا در سطح جهانی هست و بخش دیگری هم برنامه به هر حال تجارتی و بازرگانی اون رسانه هست که باعث ماندن اون و سرپای ایستادن اون باشه و برجا موندنش. اون بخش حمایتتون رو شما از نادر رسانه هایی هستید که به بهترین شکل واقعا انجام میدید. هر بار من مهمان شما بودم یا هر
شخص دیگری یا شخصیت دیگری از این همه لطف و حمایت شما همیشه برخوردار بوده. واقعا سپاسگزارم از صمیم قلب و وظیفه ما هم قدردانی از یک چنین مرسی. لطفی هست که دارید. شما خودتون میدونین واقعا به مدت 30 ساله که همسر من همین هوشیار نژاد اینجا واقعا داره فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رو انجام میدن. وقتی یک روزنامه روزانه میرون میاد این روزنامه شامل همه چی میتونه باشه. یعنی یه رسانه به نظر من باید شامل همه چی باشه. درسته؟ و به همین دلیل همیشه هم سعی کردیم که در مورد افرادی صحبت کنیم که به حق شایستگی این مطلب رو داشته باشم. به خصوص شما عزیز که میدونم کار و تخصصتون تحقیقه. فریمای عزیز دکتر هستن، ایشون هم وکالت خوندن، هم دکتر روانشناس هستن و کارهای تحقیقاتی در بیشتر دانشگاه های کالیفرنیا رو انجام میدن. در کنارش در ارتباط با کار موسیقی به خصوص در زمینه گلها بسیار فعالیت دارن و علاقه خاصی به این مطلب دارن. به همین دلیل دیگه میخواستم شما رو از شما خواهش کنم که در ارتباط با همین مسئله گلها و اون چی که آگاهی دارین دیگه در اختیار بینندگان عزیز بذارین. خواهش میکنم. خیلی ممنونم خانم هوشیار نژاد. من هم آگاهی من هم در زمینه تحقیق به اندازه تمام فرهیختگان است که و بسیار اندکتر از دوستان عزیزم که به ما توجه میکنن، اما من همیشه استقبال میکنم از چنین برنامه هایی به دلیل اینکه هر بار ما درباره بزرگانی صحبت میکنیم، مشاهیری صحبت میکنیم و نام اونها رو دوباره بر زبون میاریم، یاد اونها رو در خاطر و قلب‌های خودمون و بقیه هموطنانمون زنده می‌کنیم. اینها در تاریخ موسیقی ایران جاودانه هستند، اما هر بار یادآوری نام اونها باز هم لطف خودشو داره. و حتما این برنامه رو همطور که فرمودید پیش خواهیم برد. همطور که فرمودید کار من تحقیق هست و جالب خدمت رو بگم که در زمینه موسیقی روز به روز تحقیقات بیشتری انجام میشه تا از به اصطلاح بیشتر بتونن به دنیا این نکته رو، این مهم رو برسونن که اهمیت موسیقی در به اصطلاح سلامتی تن و روان فوق‌العاده است. بله. نقش بسیار مؤثر و مهمی داره و این وسیله ارزان، آسان و در دسترس رو باید تا اونجایی که امکان داره در زندگی به کار ببریم. بله. و بپردازیم برای لطافت روح خودمون، برای شادابی روحمون و همچنین که موجب نشاط و شادمانی ما میشه. بله. برای همین موضوع من خیلی خوشحالم از دعوت شما تا اونجایی که بتونم به صورت خیلی گپ خودمونی و یه مقدار بیشتر آشنایی و معرفی مشاهیر موسیقی ایران به خصوص فرمودید در زمینه گلها با هم صحبت میکنیم. من عقیده دارم که خیلی از مشاهیر ما رو، خیلی از افراد به نام ما رو بیشتر از آثارشون میشناسیم. دقیقاً. و وقتی که به آثارشون گوش میدیم فقط ما میتونیم اینا رو معرفی کنیم، اما وقتی که دقت میکنیم، احساس میکنیم آثار این بزرگان رو، اون وقت میتونیم به شخصیت واقعی اونا و اون چی که درستشون میگذشته آشنا بشیم و اونا رو از این راه بیشتر بشناسیم. موسیقی گلها که مورد نظر شما بود که برنامه براش تهیه کنیم، قبل از اینکه به این سبک موسیقی بپردازیم میتونیم از کسانی که پایه‌گذار و بنیانگذار این سبک بودن. من همین سوالو می‌خواستم از شما بکنم که شما خودتون دیگه پیش قدم شدین که واقعا از چه زمانی و توسط چه افرادی، چه کسانی پایه‌گذاری شده واقعا؟ بله، بله، موسیقی گلها. بله،
همه بینندگان عزیز ما میدونن که موسیقی گلها به صورتی که گلهای جاودان و گلهای تازه و گلهای رنگارنگ به این اسامی بود که هر کدومم مشخصات خاص خودشو داشت، از سال 1334 در ایران، یعنی بیش از 50 سال پیش، 57 سال پیش در واقع ایجاد شد. بله. اما قبل از اون باید ما نام ببریم از کسانی که بنیانگذاری بله. خیلی سالهای قبل در زمان قاجاریه بله. حدود 175 سال پیش بله. شخصی و شخصیتی به نام علی اکبر شیدا بله. زندگی میکرد بله. متولد شد حدود 175 سال پیش متولد میشن در ایران در شیراز بله. و این شخصیت ترانه سرا بودن و آهنگساز بله. علی اکبر شیدا مورد تحسین و ستایش خیلی از هنرمندان بعد از خودش قرار گرفت بله. به خاطر اثرات مثبتی که در تصنیف و موسیقی ما بله. گذاشت. به قول عارف قزوینی که بعد از ایشون شخصیت دیگری هستند در ترانه سرایی ایران و همچنین آهنگسازی، علی اکبر شیدا موسیقی رو به شکلی که امروز به مفهوم موسیقی هست جمع و جور کردن بله. و ایجاد کردن. اشعارشون بسیار عامیانه و ساده هست اما فوق‌العاده شیرین و دلنشین، پرمعنا بله، از یک جذابیت خاصی برخورداره. وقتی که گوش میدیم متوجه میشیم که به چه دلیل بعد از ده ها سال و بیش از یک قرن، نزدیک به دو قرن، اینقدر مورد توجه قرار گرفته که خوانندگان میشه گفت درجه یک و فوق‌العاده مهم ایرانی این آثار رو اجرا کردن بله. و همچنان اینها بازسازی میشه. علی اکبر شیدا در دوران جوانی به صوفیگری و درویشی و خانقاه گروید بله. اما باز به همون دلیل روح حساس و طبع حساسی که داشتن، اما بعد به دلیل همون روحیه عاشق طلب و بسیار حساس خودشون، مهر در گروه قلب دختری بستند که ایشون همدین علی اکبر شیدا نبود بله. و به دلیل اینکه اینا به هم نمی رسیدن، آثاری که خلق شد بعد از این آشنایی یک شوریدگی و شیدایی به خصوصی رو داره که همین باعث دلنشین شدن این آثار میشه. بسیار عالی. من خواهش میکنم از آقای بهروز در اتاق فرمان که یکی از زیباترین آثار شیدا رو برای ما پخش کنن. بیش از 10 ترانه ماندنی جاودانه علی اکبر شیدا توسط خوانندگان بسیار به نام ما، آقای شجریان، آقای شهرام ناظری، نادر گلچین، خانم بله. مرضیه و چند تن دیگر از بزرگان موسیقی اجرا شده و میتونیم که ما گوش بدیم و واقعا بله. احساس کنیم این بس ما اثر. ما میریم به اولین کار آقای شجریان با نام چشم نرگس. بله. درسته؟ چشم نرگس. با هم میبینیم و برمیگردیم و فریمای عزیز در مورد چشم نرگس توضیحات بیشتری خواهند داد. Oh, hey.
بسیار عالی، خیلی ما که لذت بردیم، مطمئنم بینندگان عزیزم به همین نسبت لذت بردن. بله، میتونن گوش بدن بعدها این ترانه که از آهنگش از شیدا بود و شعرش منتسب هست به شوریده شیرازی. بله، ممکنه یه ذره خواهم دکتر بلند تر صحبت کنه، اینقدر ظریف و لطیفه. من همیشه صدام میکروفون داره آرامش داره در حقیقت، واقعا صداشون خیلی بلند تر صحبت میکنم. شعر منتسب هست به شوریده شیرازی، آقای پایور این رو تنظیم کردن. بله، برای ارکستر که دیدید گوش دادیم و این گلهای 102. بله، هست 102. خانمیشان نژاد. بله، بله، یادمه. ببینید که آثار شیدا آغازگر گلها بود، در حالی که گلهای جاویدان و گلهای تازه و گلهای رنگارنگ تقریبا از یک قرن بعد از ایشون تأسیس شد. بله، ولی رفتن آثار شیدا را آوردن، با به اصطلاح تنظیم کردن. بله، و در دسترس خوانندگان پر ارزش ما قرار دادن. بسیار عالی. کار خوب همیشه میمونه دیگه. بله، درسته. بله، کار خوب همیشه زیباست و همیشه ماندنیه و جاویدان باقی خواهد بود مثل همین کار. بله، همینطوره. اثر دیگری، اثر جاودانی دیگری از علی اکبر شیدا میخوام خواهش کنم که اتاق فرمان بر ما آقای بهروز بذارن. بوتچین، آهنگ بوتچین. بله، بله، با صدای آقای شجریان. البته کارهای بسیار زیادی آقای شجریان خوندن، ولی خانم دکتر فریما شهراز برای امروز فعلا این دو تا رو انتخاب کردن. بله، چون کارهای علی اکبر شیداست. بله، بله. اینم از بوتچین. فریمای عزیز، توضیح بدین که این در چه سالی این کار اجرا شد توسط آقای شجریان؟ بله، حدوداً میتونم خدمت شما بگم که بیش از 40 سال قبل این کار انجام شده. بسیار زیباست. بله، بسیار زیباست. اصفهان بود و ببینید که هنوز که هنوز این شعرها و ترانه ها و آهنگ ها هنوز از یه جایگاه خاصی در وجود مردم، در قلب مردم برخورداره و به قول فرمایش شما هیچ وقت کهنه نمیشه، هیچ وقت قدیمی نمیشه. بله، از آثار شیدا ما ترانه های فوق‌العاده زیبا و دلانگیز دیگری و دلنشین دیگری داریم. میتونم از آقای بهروز خواهش کنم که ترانه
وعده کردی خانم مرضیه رو برامون بله. پخش کنن، صورتگر نقاش چین. بله. و خب ما از همین وعده کردی رو میریم بله. میبینیم به اتفاق بله. و بعد برمیگردیم در موردش توضیح میدیم بله. برمیگردیم به کارهای دیگر زنده یاد مرضیه. وعده کردی لب لعلت را ببوسم، وعده کردی لب لعلت را ببوسم، بر ما بود یار من، چقدر با صفا بود با وفا بود یار من، قرار شده تیکه بسیار کوچیکشو از این آهنگو از فریمای عزیز خواهش کردم با صدای زیبایی که دارن بخونن و میخوام بدونین که چقدر صدا زیبا و رسا هست. خواهش میکنم خانم هوشنجا، شما لطف دارید به من، خیلی ممنون، چون خواستید حتما. با کمال میل. وعده کردی لب لعلت را ببوسم، لب لعل نمکین تو مثال غنچه گل، دیشب بر ما بود یار من، چقدر با صفا بود با وفا بود یار من. بسیار عالی. خب یک مقدار رو توضیح بدین در مورد بله این کارم که کار زیبایی که شنیدیم، باز هم ترانه و آهنگ منتسب هست به علی اکبر شیدا در دستگاه ماهور و زنده یاد روح الله خالقی این رو تنظیم کرد برای بله. ارکستر. بله. کار فوق‌العاده زیبایی بود. حیفم میاد که کار دیگری از علی اکبر شیدا نشنویم و بله. بخواییم بریم سراغ بزرگ دیگری. باز هم یک کار دیگر رو به اتفاق گوش بدیم با هم. خواهش میکنم از اتاق فرمان آهنگ صورتگر نقاش چین رو هم به اتفاق گوش بدیم که ببینیم چه شاهکارهایی از این عزیزان وجود داره. Thank you.
خلوت گره نقاش چین رو صورت یارم ببین رو صورت یارم بسیار زیبا بود این آهنگ. پریما جان، من از این آهنگ شما نمیدونی چقدر خاطره دارم. اوکی. اصلا کلن از صدای مرضیه خیلی خاطره دارم. زمانی که میرفتم به دانشکده، بله. من همطور که یکی دوبار گفتم شبا درس میخوندم در دانشکده، برای زمانی که بریک داشتیم فاصله بین کلاس ها میرفتیم به کافتریای دانشکده، به خصوص ایام زمستون میرفتیم اونجا میشستیم که یک کافی، چایی، شیرینی، چیزی بخوریم که انرژی مجدد بگیریم برگردیم سر کلاس. تمام مدت باور کنه صدای این عزیز در کافتریای دانشکده پخش میشد و خیلی ها، خیلی از بچه ها، دانشجوها با این صدا عاشق میشدن. بله، علاقه به وجود می اومد. حتی جدایی بود، میدونید. بله. خیلی خیلی زیبا بود در زمان خودش، بی‌نظیر بود واقعا. بله، هنوز هم که هنوز این آثار لطف و زیبایی خاص خودش رو داره. مطمئن هستم که بینندگان عزیز ما هم الان خیلی به اوج خاطره ها پرواز کردن. دقیقاً. این آهنگ فوق‌العاده استثنایی. دقیقاً. من اینو از تای دل میگم واقعا. فریما یک جایگاه خاصی در خانواده اصل امروز اصلا داره و همینطور که خودشونم میدونن تقریبا نزدیک کنسرت آخرشون بود که در لس آنجلس ایشون کنسرت بسیار زیبایی رو برگزار کردن، همایون هوشیار نژاد در روزنامه عصر امروز یک مطلب بسیار زیبا براشون نوشتن، دقیقاً، و یعنی حقانیت رو در حقیقت در ارتباط با ایشون نوشتن.
و روزی هم که کنسرت برگزار شد و ما در اونجا حضور داشتیم، یکی از آهنگسازان بسیار ارزنده مملکت ما، نمیدونم اسمشو بگم، آقای صادق نجوکی و دیگران واقعا اونجا بودن. علتش این که چون آقای صادق نجوکی نزدیک من نشسته بودم و داشتیم با هم صحبت میکردیم راجع به صدای فریما جون که صحبت میکردن، میگفتن کم پیدا میشه یک همچین صدایی. باعث افتخاره برای من که استادانی مثل ایشون اینقدر به من لطف دارن، واقعا خیلی ممنونم ازتون. خب بازگذارم خواهش میکنم. خب بپردازیم به بله، این صورتگر نقاش چینو که گوش دادیم، شعرش از سعدی هست، بله، آهنگش از علی اکبر شیداست و آقای تجویدی این رو تنظیم کردن. برای ارکستر. بسیار فوق العاده زیبا. بسیار زیبا. خب ما از پیشکسوتی به نام علی اکبر شیدا صحبت کردیم خانم هوشیار نژاد، که اینها بودن که پایه‌گذار موسیقی گلها در کشور ما بودن و 100 سال بعد موسیقی گلها به همت و نبوغ و استعداد این افراد پایه‌گذاری شد. شخصیت والای دیگری که باید از اون به نام ببریم که نقش فوق‌العاده موثری در فرهنگ ترانه‌سرایی موسیقی ایران دارند، عارف قزوینی بله. هستند. ایشون هم حدود 130 سال پیش در ایران زندگی میکردن، متولد شدن در شهر قزوین. عارف یک شخصیت آزادی خواه، میهن پرست و عضو مشروطه بود و مبتکر ترانه های ملی و میهنی ایران هست در زمان خودش. بله. هنوز که هنوز به اصطلاح تا الان در حال حاضر ترانه های ملی میهنی که جایی میخوان پخش کنن از ترانه معروف عارف از خون جوانان وطن در دوران مشروطیت سروده بودن استفاده میشه. عارف قزوینی آهنگساز هم بودن بله. و کارهای با ارزشی دارن. همطور که خدمتون گفتم، ما این عزیزان رو، این بزرگان رو از آثارشون بهتر میتونیم بشناسیم تا از اینکه بخوایم خیلی راجع بهشون صحبت کنیم. صد درصد. آهنگ جاودانی دارند به نام افتخار آفاق. خواهش میکنم که با صدای آقای شجریان. بله، آقای شجریان. اوکی. از کارهای عارف قزوینی است. بسیار عالی. افتخار آفاق، آقای شجریان. Thank you.
بسیار عالی. ما که خیلی لذت بردیم. مطمئنم بینندگان عزیز بیشتر از ما لذت بردن. بله، افتخار آفاق در دستگاه سگاه و گل‌های تازه شماره 107. به به. با صدای جاودانه آقای شجریان. ترانه دیگری رو میخوام که بشنویم از عارف قزوینی. بله. ترانه معروف از خون جوانان وطن که اون هم با صدای آقای شجریان هست. بله، میریم با هم میبینیم. بسیار کار قشنگه و خیلی تحت تاثیر این کار قرار گرفتن. اگر یادتون باشه حتما اوایل انقلاب این کار خیلی به اوج خودش واقعا رسیده بله. بودش. الان هم هر وقت که یک شور ملی ایجاد میشه دقیقا و یک فریاد آزادی خواهی به گوش هم دیگه برسونن این ترانه ها رو زمزمه میکنن. بله. به هر حال در دوران مشروطیت و برای آزادی خواهی اینا سروده شده بود. بله. حالا استفاده های مختلفی میشه ولی به هر حال برای آزادی خواهی ترانه سروده شده بود. این ترانه تنظیم آقای روح الله خالقی است. بله، چقدر زیبا. بله. یکی از یکی قشنگتر. بله، فوق العاده است خانم هوشیار نژاد. ما میتونیم که از شخصیت دیگری بله نام ببریم که ایشون هم همچنین پایه‌گذار و بنیانگذار موسیقی بله گلها در ایران هست. تقریبا همزمان هستند با اختلاف 10 سال با عارف قزوینی. حدود 140 سال قبل درویش خان بله شخصیتی به نام درویش خان در ایران متولد میشه. ایشون هم در دوران قاجاریه زندگی میکردن. بله. درویش خان مبتکر پیش درآمد هست در موسیقی ما. بله. ارزش و اهمیت خاصی دارند به این دلیل که قبل از ایشون نوازندگان ردیف های موسیقی رو می نواختن و خواننده همونا رو تکرار می کرد. بله. اما بعد از اینکه درویش خان موسیقی رو دنبال کردن ابتکار پیش درآمد رو ایجاد کردن و جواب های ترانه رو و موسیقی ما به این شکلی که الان هست بیشتر تبدیل شد. بله. کار مؤثر دیگری هم که ایشون انجام دادن این که معروف هستن به این که سیم ششم تار رو ایشون اضافه کردن به تار. بله. و درویش خان اولین کسی هستن که کلاس موسیقی در ایران دایر کردن. ببینید چه خدمات ارزنده و شایسته ای این بزرگان برای حفظ موسیقی اعتلای موسیقی انجام دادن. با مقدورات بسیار کم. بله. میدونین؟ بله. و تونستن یک همچین شاهکارایی رو واقعا خلق بکنن. بله، ایشون ساختمان محکم و زیبایی به تصنیف ایران دادن. از آثار
جاودانه درویش خان میتونم خواهش کنم که آهنگ بهار دلکش رو پخش کنن، که باز هم میبینید که خوانندگان بسیار پر ارزش ما این آثار رو اجرا میکنن. میریم بهار دلکش رو با به اتفاق میبینیم. در این بهار ای سنم بیا آشتی کن، که جنگ و کین با من از این روانه باشد. نمیشیم واقعا با این اطلاعات زیبایی رو که ایشون در اختیار بینندگان عزیز میذاره و منم که در کنارشون هستم به آگاهی‌های من بیشتر اضافه میشه. خواهش میکنم. بنابراین ما فریما جونو حالا داریم یه سه هفته متوالی پشت سر هم ازشون خواهش کردم بیاین اینجا، چون برنامه گلها و آگاهی دادن در ارتباط با شعرا، آهنگسازا، تنظیم کننده ها و خواننده ها به این زودی ها تمام نخواهد شد، مستلزم همین سه هفته وقت خواهد بود. در ضمن خواستم یه مطلبی رو به بینندگان عزیز بگم و باهاشون در میون بذارم، و اون اینه که فریمای عزیز نه فقط کنسرت هایی که ایشون برای خودشون برگزار کردن، دانشگاه های بسیار معتبر، دانشگاه UCLA، UC Irvine و سایر دانشگاه های دیگه در ایالت های دیگه آمریکا از ایشون تقاضا کردن برن و در اونجا برای یک مش دانشجو و دوستانشون کنسرت زیبا بذارن. و چه افتخاری بالاتر از این که مثلا در یک دانشگاه مثلا بسیار دور افتاده آمریکا که ممکنه تعداد ایرانی هم اندک باشن، ولی با این همه بچه ها همه دست به دست هم دادن، خواستن از صدای زیبای ایشون برخوردار باشن، ایشون رو از نزدیک ببینن و یه گفت و شنودی هستن با خودشون داشته باشن. انیوی این واقعا باعث افتخار ماست. فریما جان، باعث افتخار منه خانم هوشیار نژاد که میتونم در کارهای فرهنگی شرکت کنم. واقعا یکی از خوشبختی های من این بود که همیشه پیش قدم بودم در کارهای خیریه و چریتی، سازمان بله. چریتی که میدونید خیلی فعال بودم همه این 10-12 سال، نزدیک 15 سال هست که شرکت میکنم و الان در مجامع فرهنگی، دانشگاه ها و هم به اصطلاح گفتگو و نزدیک شدن با جوانان عزیز ایرانی باعث خوشبختی من هست. این واقعا باعث خوشحالی که شما تونستین یک پل ارتباطی بین گذشته و زمان حال در ارتباط با آهنگهای گلها برقرار بکنین و اینطور بتونین جوانها رو جذب خودتون بکنین. واقعا آفرین به شما. میکنم. خیلی لطف دارین. خیلی ممنونم از شما. امیدوارم که موفق باشن همه کسانی که علاقمند هستن و فعالیت میکنن در این راه. خیلی سپاسگزارم. متاسفانه به آخر برنامه رسیدیم. ما دوست نداریم اصلا بریم، ولی خب مجبوریم بریم. ولی با یکی از کارهای زیبای ایشون که در آخرین کاسه سیدی ایشون بود میبینیم به اتفاق، و البته ما قبلش خداحافظی میکنیم به امید هفته آینده ساعت 5 تا 6 در برنامه سخنی با هنرمند به اتفاق دکتر فریمای شهراز عزیز. تشکر میکنم.
واقعا خیلی لحظه های فوق‌العاده خوب و دلپذیری رو در خدمتون داشتم، همچنین در خدمت بینندگان عزیزمون. ما قطره ای از دریای هنر و در واقع موسیقی ایران رو بازگو میکنیم. امیدوارم که بتونیم فقط یک لحظه های شاد و پر از لطافت رو برای شما ارمغان بیاریم. خدا نگه. شبتون بخیر. خدا نگهدار. هوا بس ناجوان مردان سرد است، دمت گرم و سرت خوش باد، سلامم را تو پاسخ بوی در بکشای. هوا بس ناجوان مردان سرد است، همان بیرنگ بیرنگم، نه از رومم نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم. بیا بکشای در بکشای دلتنگم، تگرگی نیست مرگی نیست، حریفامی پشت در چون موج می لرزد. صدایی گر شنیدی صحبت سرما بودند.